آقای مجتهد زاده هم با هم بشنویم که ایشون اشاره میکنه دکتر مصدق در واقع هر سه قوای کشور رو نابود کرد. ایشون ابتدا شروع میکنه به از کنم حضور شما که تغییر در قانون اساسی به صورت این که قوه قضاییه رو سر میبرد. میدونیم که در قوه قضاییه در قانون اساسی قبلی دیوان عالی کشور بزرگترین در رأس قوه قضاییه قرار داشت. وقتی شما دیوان عالی کشور رو تعطیل میکنید که ایشون منحل کرد تعطیل کرد از کنم قوه قضاییه رو سر میبرید. بعد ایشون مجلس سنای موجود رو به صورت های نیمه از کنم نیمه کار تعطیل کرد به هر حال و حداقل نصفی از نمایندگان سنا که منتخب مردم بودن اخراج کرد از سنا و بعد اقداماتی رو شروع کرد برای تعطیل مجلس شورای ملی، انحلال مجلس شورای ملی. و وقتی شما مجلس شورای ملی رو منحل میکنید در حقیقت دست به کودتا زدید. چرا؟ شما استیت اتا یا نظام حکومتی که بر اساس قانون اساسی ارز کنم حضور شما که استوار است او رو سرنگون کردید. قانون اساسی مشروطیت در اون موقع از سه قوه برخوردار بود: قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه. با این اقداماتی که به اختصار شهر دادم، آقای مصدق در ظرف یک سال از سال 1331 تا 1332 هر سه قوه رو از کنم حضور شما که سرنگون کرد، مختل کرد. به دلیل اینکه در مورد قوه مجریه باید توجه داشته باشیم که در اون قانون اساسی دولت از مجلس میومد بیرون، یعنی خود آقای مصدق در نتیجه تصمیم مجلس به نخست وزیری رسیده بود. و طبیعی است که شما وقتی مجلس رو تعطیل میکنید مشروعیت حکومت دولت وقت رو هم که در رأس قوه مجریه قرار میگیرد اون رو هم از بین میبرید. یعنی با این اقدام، یعنی تعطیل کردن مجلس شورای ملی در 25 مرداد 1332 آقای مصدق هر سه قوه رو سرنگون کرد. و در حالی که قبل از این اقدامات ایشون قسمت دیگری از قانون اساسی رو که صراحت دارد که فرماندهی کل قوا با رئیس کشور هست، هد آف استیت هست، یعنی با شاه هست، در اونجا هم وضعیتی به وجود آورد و در نتیجه اختیارات ویژه‌ای که از مجلس گرفت که اون هم غیر قانونی بود، فرماندهی کل قوای کشور رو، مسلح کشور رو به خودش منتقل کرد و قوای کشور، ارتش کشور در اون قانون اساسی جز رکن چهارم محسوب می شد، یعنی همه ارکان رو سرنگون کرد و به دست خودش آورد. و به این ترتیب ما شاهدین هستیم که اون چیزی که در 25 مرداد اتفاق افتاد در حقیقت کودتا بود. متاسفانه در ایران کلمه اتا و استیت دولت ترجمه شد، در حالی که منظور از استیت، شما که الان در امریکا و اروپا زندگی میکنید میدانید که منظور از استیت یا اتا به فرانسه نظام حکومتی است. کود اتا یعنی سرنگون کردن نظام حکومتی. و این کاری بود که در 25 مرداد 1332 اتفاق افتاد و همطور که عرض کردم قانون اساسی کشور رو آقای مصدق، یعنی هر سه قوه، هر چهار قوه، هر چهار رکن رو سرنگون کرد و مرتکب کودتا شد. اونچه که در 28 مرداد اتفاق افتاد کودتا نبود، بلکه ضد کودتا بود، چون مصدق که مجلس رو در 25 مرداد منحل کرد از طرف شاه معزول شد و حکم عزل مصدق همون شب به ایشون ابلاغ شد و ایشون امضا کرد، با امضا کردن قبول کرد حکم عزل خودش رو، ولی تصمیم گرفت که وضعیت ادامه پیدا بکند و طرف مقابل که اعتا باشد رو متهم به کودتا کرد و وضع خودش رو ادامه داد تا اینکه در 28 مرداد به این وضعیت غیرقانونی خاتمه داده شد. آقای دکتر میلانی بشنویم نظر شما رو، آیا میشد ماجرای 28 مرداد رو گونه دیگه مدیریت کرد؟ والا ماجرای 25 مرداد رو به نظر من حتما میشد تصور کرد که به نوعی دیگر باشه. اولا برخلاف اونچه که ایشون میگن، دلیلی که حکم 25 مرداد، یعنی دلیلی که اصلا شاه حکم عزل دکتر مصدق و نسب زاهدی رو داد،
این بود که دکتر مصدق مجلس رو منحل کرد. شاه در دورانی که مجلس کماکان در کار بود از امضای چنین حکمی امتناع میکرد، میگفت این خلاف قانونه. و دکتر صدیقی و دکتر سنجابی و بسیاری دیگر از اطرافیان دکتر مصدق بهش گفتند که اگر مجلس رو منحل بکنی شاه حق قانونی عزل تو رو خواهد داشت. دکتر صدیقی حتی تعداد روزها و ماهها و سالهایی که از آغاز مشروطیت تا کودتای سدزیا و رضاخان دوران فترت بوده، یعنی مجلسی در کار نبوده که تقریبا نصف اون دوران بوده و در اون پادشاه، پادشاهی که خیلی هم دکتر مصدق ازش انتقاد نداشت، یعنی احمد شاه عزل و نصب و نخست وزیر میکرده، اینها رو شمرده و به دکتر مصدق گفته. دکتر مصدق میگه که نه، این جرأت نمیکنه منو در اون دوران از نصب کنه، کسی دیگر رو به جای من و من رو عزل کنه. ولی خب دیدیم که محمد رضا شاه این جرأت رو در اون زمان پیدا کرد. به علاوه در مورد، دوباره برگردیم به مسئله قانون و مشروطه، حرفایی که آقای امینی میزنن درسته، در اون زمان آزادی مطبوعات بود، مذاکرات مجلس پخش میشد، ولی در این حال دکتر مصدق در حالی که خودش به صراحت گفته بود که وکلا حق توکیل ندارن، حق ندارن که قانون گذاری رو به کسی دیگه وادار کنن، دکتر مصدق از وکلای مجلس حق قانون گذاری گرفت. طرفداران دکتر مصدق و خود دکتر مصدق میدونه که این از لحاظ قانون اساسی ایراد داره، میگه که بله من قبلا به این اعتراض کرده بودم ولی الان من دارم از این قانون و از این قدرت وراقانونی در واقع به نفع جامعه استفاده میکنم و برای حل رفرم استفاده میکنم، که حتما هیچ قانون استاد حقوقی این رو نمیپذیره. ما نمیتونیم شکستن یک اصل قانونی رو منوط به نیت خوب یا بد شکننده بکنیم. ما قانون رو بایستی حفظ بکنیم و در این زمینه به نظر من همونطوری که دوباره دکتر صدیقی بهش گفت، برازنده دکتر مصدق نبود که چنین کاری رو انجام بده. یه نکته دیگری که در مورد صحبت آقای مشتری‌زاده باید بگم، حتی آقای گلشایان در مذاکراتش با گس مسئله شرکت‌های وابسته بی پی رو مطرح میکنه و انگلستان مطلقاً رد میکنه، میگه که شما هیچ حقی در این شرکت‌ها ندارید، شرکت بی پی سهامدارایی داره، اینها این سهامدارها هستن که با سرمایه گذاری های خودشون تونستن این شرکت های دیگر رو و این سود های کلان دیگر رو به دست بیارن. یعنی این حرفی که ایشون میزنن که انگلستان حتما حاضر بود که بیاد و سهام ایران رو در این شرکت های خارج از ایران به ایران بده، به نظر من یک سر بی پایه و بی اساسه و اتفاقا اسناد کاملا دقیقی است که انگلستان میخنده به گلشایگان، مسخرش میکنه، میگه مگه جدی؟ و این حرفم درسته که دقیقا به لحاظ اینکه یکی از این سهامدارا نیروی دریایی انگلستان بود، اینها به عنوان اینکه اگر ما دفترها رو باز کنیم اسرار دولتی فاش خواهد شد، کتابهای در واقع دفترهای حساب شرکت رو برای بازرسی ایران باز نمی‌کردن. یعنی سرسختی و لجاج انگلستان بود که به نظر من راه رو برای اینکه چاره‌ای جز ملی کردن باشه نگذاشت. ولی بعد از اون، یعنی بعد از اینکه دکتر مصدق آمد و ملی کردن رو با موفقیت انجام داد و آمریکایی‌ها همدلی‌هایی داشتن، بدون شک درسته که آمریکایی‌ها می‌خواستن یه راه حلی پیدا بکنن برای اینکه معتقد بودن انگلیس‌ها لجاج دارن. از روزهای اول تو اسناد انگلیس‌ها هست که اسناد آمریکایی‌ها هست که انگلیس‌ها با حسن نیت مذاکره نمی‌کنن، مسئله‌شون فقط خرید وقت. ولی به رغم همه اینها به نظر من این امکان وجود داشت که راهی سوای اونچه که به 25 مرداد و 28 مرداد انجامید ایران میرفت، و اگر اون راه رو میرفت هم شاید صنعت نفت ایران وضع بهتری از امروز میداشت، هم ایران حتما از وضعی که امروز بهش دچار شده، به این بلیه‌ای که امروز بهش دچار شده، شاید
وضع بهتری پیدا می‌کرد. آقای امینی، وقت زیادی نداره، من یه موضوعی که به نظرم خیلی مهم هست بهش بپردازیم. صحبت از قانون‌گریزی دکتر مصدق در جای متفاوتی شده. یکی از مواردی که ازش صحبت می‌کنن این سازمان امنیت اجتماعیه. ایشون در اون نامه‌ای که نوشته بوده و به وسیله وزیر کشور وقت ناظرزاده خوانده شده، صراحتاً گفته خشونتی که دکتر مصدق نامه ایشون است، خشونتی که برای ارعاب آزادی خواهان و اختناق مردم به عمل بیاید بسیار ناپسند است، ولی وقتی برای حفظ آزادی عمومی باشد نباید موجب نگرانی افراد بشود. چه اتفاقی افتاد به نظر شما در اون دوره؟ خشونت قانونی شد، توجیه میشد، بحث‌های زیادی هم شد که اون موقع در واقع حتی مواردی از شکنجه در همون دوره صحبت شده بود. بخشی از این حرفا اصلا بی‌پایه است. یعنی ما شاهدی برای اینکه دولت دست به خشونت زده باشه علیه مخالفان به دستور مصدق جز در مواردی که شهربانی در هنگامی که اصلا رئیس شهربانی رو انتخاب نمی‌کرد نداریم. لایه امنیت اجتماعی، باز می‌خوام در قبل از اینکه به لایه بپرزیم، ماجرای افشار توس و میرسم الان. چند نکته رو خیلی تلگرافی بگم خدمتون. قوه قضاییه رو مصدق منحل نکرد، بلکه در دوران نخست وزیر دادگستری لطفی دیوان عالی کشور رو منحل کردن تا بتونن دیوان عالی کشور تازه برپا کنن و رئیس دیوان عالی کشور یک هفته پس از اون انتخاب شد و بنابراین حرف ایشون کاملا بی‌پایه است. این کار رو قبلا داور کرده بود، یعنی عدلیه کشور رو با موافقت مجلس منحل کرد و عدلیه نو رو ایجاد کرد و بنابراین حرف ایشون درست نیست. انحلال مجلس چیزی رو که فراموش میکنن این است که از میانه اسفند 1331 که قرار بود پیشنهاد اون کمیسیون 8 نفره به سود مصدق به مجلس داده بشه، نمایندگان اکثریت از تشکیل جلسه خودداری میکردن، اون رو از حد نصاب میانداختن. مجلس به مدت نزدیک به 4 ماه نشستی نداشت. بارها به شاه پیشنهاد کرد که از اختیارات قانونی خودش برای انحلال مجلس به انتخابات جدید استفاده کنه و شاه نمیپذیرفت و مصدق به ناچار به این پروژه پرداخت و اون هم در یک ماه پایانی نخست وزیریش و من البته از اون دفاع نمی کنم از این کار. در مورد فرماندهی کل قوا این بحث رو پیشتر مصدق به عنوان حقوقدان راه رو پیش پای رضاخان نخست وزیر نهاده بود و این در اسناد موجود هست و نشان داده بود که از طریق قانونی مجلس می تواند فرماندهی کل قوا رو به نخست وزیر بده و این رو با پیشنهاد رضا شاه به نخست وزیر دادن. همین حقی رو که برای رضا شاه گرفته بودن همون رو مصدق می خواست.